سرخط مهمترین خبرها. نگرانی زنان کشور از توافق صلح با گروه طالبان در دوحه. ترور معاون شورای ولایتی ولایت پکتیا از سوی افراد مسلح ناشناس. حاصلات انار امسال در ولایت هلمند افزایش یافته است. و مخالفت بریتانیا، آلمان و فرانسه در برابر استفاده سازوکار ماشه از سوی آمریکا علیه ایران. به نام خدا و با عرض سلام به خبر شش از نگاه خوش آمدید. امروز شنبه 29 ماه سنبله سال 1399 خورشیدی است که برابر می شود با 19 سپتامبر سال 2020 میلادی. شماری از بانوان کشور با استقبال از پروسه صلح می گویند که نقش بانوان در پروسه صلح باید پررنگ باشد. آنان همچنان بیان می‌دارند که زنان کشور یکی از قربانیان اصلی جنگ در کشور بوده و باید جایگاهشان در پروسه صلح حفظ شود. این در حالی است که مذاکرات بین الافغان صلح در قطر پشت درهای بسته صورت می‌گیرد. با گذشت هر روز بحث صلح کشور جدی‌تر می‌شود. تا کنون دو نشست عمومی در دوحه قطر صورت گرفته و گروه های تماس همروزه با هم نشست دارند. اما این مذاکرات سرنوشت‌ساز پشت دروازه های بسته صورت می گیرد. عدم دسترسی به اطلاعات و معلومات از این نشست نگرانی زنان کشور را دو برابر کرده است. زنانی که خود را قربانیان اصلی جنگ می دانند به هیچ وجه حاضر نیستند به عقب برگردند. اگر صلح بیایه زن افغان همی زنی باشه که خودش میخواه باشه، زنی که میخواه کار کنه، زنی که میخواه مکتب درس بده، زنی که میخواه هم خانه‌داری کنه هم وظیفه داشته باشه. میخوایم اجازه بتن، ما نیم پیکری از جامعه هستیم، ما در جامعه نقش داریم و ما میخوایم این هست یک شهروند، یک عضوی از جامعه در جامعه نقش داشته باشه. هرچند زنان کشور در مدت 19 سال به جایگاه اجتماعیشان به گونه نسبی دست یافتند، اما با آمدن صلح و گروه طالبان در کشور این دستاوردها را در معرض خطر می‌بینند. آنان اظهار می‌دارند که در صورت دستیابی به صلح نه تنها به این دستاوردها اکتفا نمی‌کنند، بلکه در پی افزایش آن نیز خواهند بود. این در حالی است که حضور زنان در نشست‌های قبل از آغاز مذاکرات بین الافغانی در دوحه قطر کم رنگ بوده و یا اصلاً حضور نداشتند. عدم مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری از دیگر مواردی هستند که مسئولیت اجتماعی زنان کشور را در تصمیم‌گیری‌ها با تردید مواجه کرده است. ما می‌خوایم جایگاه حفظ شد، بخاطر چی؟ که بخاطر زن تقریبا 60% جامعه افغانستان یا جامعه بزرگ فلان تشکیل داده. هدف ما، خاص ما ای است که ما به آرامش برسیم، وطن ما به آرامش برسه. قرار شد صلح باشه ولی چند شب پیش دوباره دمی حساد سه سیلو دوباره انفجار شد. معاون شورای ولایتی پکتیا ترور شد. ایوب غروال معاون شورای ولایتی ولایت پکتیا صبح امروز در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس زخمی و سپس در شفاخانه جان باخت. محمد نعیم فدایی والی پکتیا گفته است که حوالی ساعت 5 صبح هنگامی که
معاون شورای ولایتی پکتیا به سمت دانشگاه در حرکت بود، از سوی افراد مسلح ناشناس در ساحه بلند منزلهای شهر هدف تیراندازی قرار گرفت و از شدت زخم‌های ناشی از این حادثه در شفاخانه جان باخت. در این حال عبدالرحمن منگل سخنگوی والی پکتیا ابراز داشته است که آقای غروال معاون شورای ولایتی این ولایت در نزدیک یک دانشگاه خصوصی به نام دانشگاه زمزم هدف تیراندازی قرار گرفته است. فرد یا گروه تا کنون مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. طالبان معاون و یک عضو ارشد دادگاه استیناف غزنی را ربودند. سکندری حیدر رئیس محکمه ولایت غزنی گفته است که دو عضو ارشد این محکمه را ربوده اند. به گفته آقای سکندری، اسدالله رحمانی معاون محکمه و شمس‌الحق شمس قاضی محکمه امنیت عامه ولایت غزنی در منطقه ششگاه ولسوالی سیدآباد هنگام رفتن به ولایت کابل ربوده شدند. آقای سکندری می افزاید که تلاش‌های نیروهای امنیتی برای رهایی آنان آغاز گردیده است، اما گروه طالبان به طور رسمی در این مورد چیزی نگفتند. ولایت میدان‌مردک در جنوب کابل از ولایت‌های ناامن است که گروه طالبان در بخش‌های از این ولایت حضور و فعالیت گسترده دارند. آمر امنیت فرماندهی پلیس پکتیکا جان باخت. محمد آصف توخی آمر امنیت فرماندهی پلیس ولایت پکتیکا در نتیجه انفجار ماین کنار جاده‌ای جان باخت. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله گفته است که این رویداد زمانی رخ داده است که آقای توخی در حال رفتن از شهر شرن مرکز پکتیکا به سمت ولسوالی یحیی خیل جهت دفع تحرکات طالبان بوده است. در این حال شاه محمود آریان سخنگوی فرماندهی پلیس پکتیکا گفته است که در این رویداد علاوه بر آمر امنیت فرماندهی پلیس این ولایت، تعدادی از نیروهای ویژه پلیس دیگر نیز شامل جانباختگان و زخمیان این رویداد هستند. آقای آریان افزوده است که کاروان موترهای حامل آنان زمان با ماین کنار جاده برخورد کرده است که برای دفع حمله گروه طالبان بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی در روستای عطاخانه منطقه مرزی میان ولسوالی یحیی خیل و اومنه‌ای رفته بودند. وزارت داخله مسئولیت این انفجار را به گروه طالبان نسبت می‌دهد. این گروه اما هنوز در این مورد چیزی نگفته است. توزیع مواد ارتزاقی به مستضعفین از سوی بنیاد خیریه شهدا. بنیاد خیریه شهدا امروز به 170 خانواده مستضعف مواد خوراکی از قبیل برنج، روغن، مکارونی، لوبیا، نخود و گوشت توزیع کردند. مسئولان این بنیاد با ابراز قدردانی از کسانی که حامی این بنیاد هستند میگویند تا حال به 1800 الی 900 خانواده مستحق کمک کردند. بنیاد خیریه شهدا به خانواده های مستضعف مواد ارتزاقی کمک کرد. مسئولین این بنیاد میگویند که امروز برای 170 خانواده مستحق برنج، روغن، لوبیا، نخود، ماکارونی و گوشت توزیع کردند. به 170 خانواده های نیازمند مواد غذایی که شامل آرد، برنج، روغن، ماکارونی و گوشت است که توزیع نمودیم. ما انشاءالله تصمیم داریم که این بنیاد هم یک کلینیک بسیار مجهز، فعال و آماده داشته باشد در آینده های نزدیک. ما از اینا میخواییم که من بعد در کارهای بنیادی تر از این سرمایه گذاری بکنیم تا بتونیم که نسل نوین خود خورا باسواتر و پرشورتر داشته باشیم. دو ما بیشتر نمیشه که خیریه تأسیس شده و تا امروز تقریبا در حدود 1800 یا 900 خانواده را ما زیر پوشش گرفتیم و در آینده قصد به امید خدا تلاش میکنیم که این بنیاد خیریه در قسمت محصلین و خوابگاه محصلین و کسایی که بی بضاعت هستند ما به طور دائم برای اونا کمک داشته باشیم. توزیع امروز بسیار توزیع شفافانه بود. تلاش شد که توسط نماینده های قومی که
صد خانواده را معرفی کرده بود، بسیار مستحقین درجه اولشی با یک فیلتر خیلی خاص اونا برای اونا توزیع شد. به گفته این مسئولان از زمان افتتاح بنیاد خیریه شهدا تا کنون به تعداد 1800 الی 900 خانواده مستضعف از کمک‌های ارتزاقی این بنیاد مستفید شدند. مسئولان بنیاد خیریه شهدا می‌افزایند که در نظر دارند بعد از این ابعاد کمک‌های بنیاد را گسترش داده و تهیه لیلیه برای دانشجویان، اختصاص بورسیه‌های تحصیلی و ساخت شفاخانه جزء برنامه‌های این بنیاد می‌باشد. ممکن برادرشه چه دانشجو چرا به فامیل یادم تشکر بیاده جان هر که در ما کمک کرده خیر بکنه خداوند جانی جور بده. نه کارگر نداریم فقط مایوب است خلاص. آنان ابراز امیدواری کردند تا بتوانند با کمک خیرین این برنامه ها را عملی بسازند. حاصلات انار امسال در ولایت هلمند افزایش یافته است. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هلمند میگوید که حاصلات انار این ولایت امسال افزایش یافته است و قرار است باغبانان 28 هزار تن انار را در سال روان جمع آوری کنند. سید رفیع قلم، مسئول هماهنگی برنامه های ریاست زراعتی این ولایت، گفته است که حاصلات انار هلمند از نگاه کمی افزایش یافته است و کیفیت این میوه نیز در ولایت هلمند بهتر شده است. او افزود که باغبانان هلمندی در سال گذشته 20 هزار تن انار را از باغهایشان در این ولایت جمع آوری کرده بودند و این آمار امسال به 28 هزار تن خواهد رسید. به گفته آقای قلم، افزایش در حاصلات انار ولایت هلمند احداث باغ‌های جدید انار و پیشگیری از آفات و امراض بوده است که کمپاین آگاهی دهی با باغبانان در آن نقش عمده‌ای داشته است. آقای قلم می‌افزاید که هلمند 32 نوع انار دارد که کیفیت آن در سال روان حتی در مقایسه با انار برخی از ولایت‌های دیگر از جمله قندهار بهتر شده است. گفتنی است که باغبانان هلمندی در سال گذشته توانسته بودند که از 1150 هکتار زمین 24 هزار تن انار جمع‌آوری کنند. حملات گروه طالبان در قندوز جان 3 تن از نیروهای امنیتی را در این ولایت گرفت. مسئولان امنیتی در ولایت قندوز میگویند که از اثر حملات گروه طالبان بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی 3 تن از این نیروها جان باختند. اسمت الله مرادی، سخنگوی والی قندوز، میگوید که طالبان این حمله ایشان را ناوقت شب گذشته در مسیر شاهرای عمومی قندوز خان‌آباد در روستای عکس داوود بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی راه اندازی کرده بودند. آقای مرادی می‌افزاید که در جریان درگیری پس از این حمله با گروه طالبان نیز تلفات وارد شده است، اما رقم دقیق آن در دست نیست. از سوی هم قل اردوی 217 پامیر با نشر خبرنامه گفته است که در نتیجه ضد حمله نیروهای امنیتی در بخشهایی از ولسوالی‌های علی‌آباد و دشت ارچی 24 تن از گروه طالبان به شمول یک عضو خارجی این گروه کشته شدند و 18 تن دیگرشان زخم برداشتند. ولایت قندوز در شمال شرق کشور از ولایت‌های ناامن کشور به شمار می‌آید که جغرافیای امن برای فعالیت‌های نظامی گروه طالبان می‌باشد و تا کنون دولت برای تصفیه این ولایت از وجود مخالفان مسلح برنامه‌ریزی نکرده است. ثبت 22 مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا در کشور بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، در یک شبانه روز گذشته 22 مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا به ثبت رسیده است که مربوط به ولایت های ننگرهار، کنر و بلخ می باشد. ولی هیچ مورد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته وجود ندارد. وزارت صحت عامه گفته است که در 24 ساعت گذشته 95 نمونه مشکوک به ویروس کرونا در سراسر کشور آزمایش شده است که نتایج 22 تن آن مثبت تشخیص شده است. با این ارقام شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر کشور از زمان شیوع آن به 38,919 تن افزایش یافته است که
از این میزان به تعداد 32576 تن بهبود یافتند و 1437 تن دیگر از اثر مبتلا به این ویروس در کشور جان باختند. این در حال است که مسئولان وزارت صحت عامه از شیوع موج دوم ویروس کرونا به شهروندان هشدار داده بودند. در این حال آمارهای غیر رسمی به مراتب میزان مبتلایان، بهبود یافتگان و جان باختگان به ویروس کرونا را بیشتر از آمارهای رسمی نشان می‌دهد. در ادامه گزارش نرخ ارز و وضعیت آب و هوا. یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیس 98 افغانی و 20 پول، یک یورو 89 افغانی و 80 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 75 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 461 افغانی. در خارج از کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه در نامه به شورای امنیت گفتند که تعلیق تحریم‌ها علیه ایران در چهارچوب توافق هسته‌ای برجام بعد از تاریخ 20 ماه سپتامبر ادامه خواهد یافت. بریتانیا، آلمان و فرانسه تأکید کردند هر گونه تصمیم یا اقدام در راستای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران فاقد اثر قانونی است. آمریکا در سال 1397 از برجام خارج شد و تمامی تحریم‌های تعلیق شده خود را علیه ایران بازگرداند. اما سه کشور اروپایی به همراه روسیه و چین همچنان به توافق هسته‌ای با ایران پایبند ماندند. نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان در سازمان ملل در ادامه این نامه گفتند این کشورها تلاش بیوقفه برای حفظ توافق هسته‌ای دارند و همچنان به آن پابند هستند. این سه کشور اروپایی تأکید کردند که همچنان به اجرای کامل قطعنامه 2231 شورای امنیت که در سال 1394 در پیوند به توافق هسته‌ای و شش قدرت جهانی تصویب شد پابند هستند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا ششم ماه سنبله اعلام کرد که ایالات متحده فرایند 30 روزه بازگرداندن کامل تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را کلید زد و این تحریم‌ها از نیمه شب 30 سپتامبر به وقت محلی به طور خودکار باز می‌گردند. کویت از کمک 20 میلیون دلاری این کشور به یمن خبر داد. این اقدام کویت درست پس از آن صورت می‌گیرد که مقام‌های ملل متحد به عدم پایبندی این کشور به تعهداتش اعتراض کردند. وزیر خارجه کویت در یک کنفرانس ویدیویی پشت درهای بسته این کمک را اعلام کرده است. این کنفرانس مجازی که به ابتکار آلمان، کویت، سویدن و بریتانیا برگزار شده بود، چهار عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده و نماینده اتحاد اروپا نیز حضور داشتند. بعضی کشورهای دیگر نیز تعهد کمک را کردند، اما جزئیات آن به نشر نرسیده است. روز سه‌شنبه مارک لوکاک، معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشردوستانه به شورای امنیت هشدار داد که هیولای قطعی در یمن بازگشته است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مساعده قطعنامه را که از سوی اتحاد اروپا برای نظارت از تخطی های حقوق بشری در جریان سرکوب اعتراض های بلاروس پیشنهاد شده بود پذیرفته است. به این ترتیب میشل باشلی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور بشری مجوز می‌یابد تا از وضعیت بلاروس از نزدیک نظارت کند و تا پایان امسال گزارش تقریری را با توصیه‌هایش بسپارد. معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری روز گذشته گفت که گزارش های زیادی از تخطی های حقوق بشری در بلاروس به دست آوردند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 47 عضو دارد و قطعنامه پیشنهادی اتحاد اروپا روز گذشته از سوی 23 کشور پذیرفته شد. همچنان دو کشور به آن رای مخالف دادند و رای 22 کشور دیگر ممتنع بود. آن سو روسیه هم که عضویت شورای حقوق بشر را ندارد و از حامیان نزدیک الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس به شمار می رود 17 مورد را به خاطر اصلاح قطعنامه پیشنهاد کرد اما همه رد شدند. مقام های ایالات متحده آمریکا یک گروه هکری موسوم به APT-41 را به نفوذ در شبکه های دولتی، جاسوسی از کنشگران هنگ کنگی و حمله سایبری به سرور شرکت ها برای اخاذی متهم کردند. 7 عضو این گروه از جمله 5 تبعی چین توسط وزارت عدلیه آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. شماری از کارشناسان میگویند این افراد با دولت چین در پیوند هستند، در حالی که شمار دیگری میگویند آنها تنها هدف مالی را تعقیب میکنند. 5 عضو که به تازگی تحت تعقیب قرار گرفتند، کارمندان فعلی یا سابق شرکت به نام نتورک تکنولوژی 404 هستند، شرکتی که ادعا می‌کند خدمات هک سایبری مثبت به مشتریان خود ارائه می‌کند تا نقاط ضعف سیستم‌هایشان را شناسایی و آنها را برطرف کنند. اما وزارت عدلیه آمریکا میگوید ردپای این شرکت در حملات سایبری به نهادهای غیر مشتریش دیده می شود. این شرکت متهم است کامپیوترهای صدها شرکت و نهاد مختلف از دارو تا مخابراتی در سراسر جهان را هک کرده است. وزارت صحت فرانسه در حال از ثبت رکورد جدیدی از شناسایی موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا خبر داد که شمار مبتلایان در سطح جهان از 30 میلیون تن فراتر رفته است. بر اساس آمار وزارت صحت فرانسه، طی 24 ساعت گذشته 13215 بیمار مبتلا به کووید 19 در این کشور شناسایی شدند. این در حالی است که آمار مرگ و میر بر اثر ابتلا به ویروس جدید کرونا در فرانسه نیز طی 24 ساعت گذشته به 123 تن رسیده است. مقام های فرانسه اعلام کردند که به زودی محدودیت های جدیدی را در شهرهای لیون و نیس به دلیل افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا وضع خواهند کرد. پیش بینی می شود که این محدودیت ها مشابه تصمیم های باشد که هفته گذشته برای شهرهای بردو و مارسی گرفته شد. ممنوعیت گرد همایی با مشارکت بیش از 10 تن، لغو رویدادهای ورزشی و فرهنگی یا وضع محدودیت برای شمار شرکت کنندگان در این رویدادها و کاهش ساعت کاری و کافی شاپ ها از جمله محدودیت هایی است که در شهرهای بردو و مارسی به اجرا در آمده است. بیننده های عزیز، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضور شما گردید. سپاسگزارم از همراهیتون. وقت بخیر.